خب اگر شما داروی B2 رو مصرف میکنید و میخواین این دارو رو قطع بکنید و در جستجوی هستید که چگونه میتونید این کارو بکنید، قبل از اینکه من میخوام بهتون روش‌های مداخله رو توضیح بدم، باید یک نکته‌ای رو بهتون گوشزد بکنم که ببینید داروی B2 خب یک داروی اپیودیه که برای درمان اختلال مصرف مواد افیونی استفاده میشه. به عنوان یک آگونیست آنتاگونیست عمل میکنه، به این معنی که به گیرنده‌های مواد افیونی در مغز متصل میشه و اثرات اون ماده افیونی، حالا مثل هروئین یا تریاک یا از این قبیل، رو تقلید میکنه. خب قرص B2 معمولاً به صورت یک دوز تجویز میشه در بعضی از موارد، در روز به صورت یک دوز تجویز میشه، در بعضی از موارد شاید ترغیب بخون، اما غالباً با یک دوز در روز این دارو تجویز میشه و کاهش علائم ترک مواد افیونی رو ایجاد میکنه. علائمی مثل اضطراب، بیخوابی، درد، اینا رو میتونه کمک بکنه که در هنگام ترک اعتیاد به مواد افیونی شما در واقع فرایند ترک رو یا فرایند جدا شدن از این مواد رو راحت تر پشت سر بذارید. اما خب در بعضی از موارد این احتمال وجود داره که فرد به خود این دارو اعتیاد پیدا بکنه یا سوء استعمال بکنه، سوء استفاده بکنه از این دارو و در نهایت اعتیاد جدیدی رو شکل بده. به این نکته باید توجه بکنید که قطع این دارو بدون در واقع کمک متخصص و زیر نظر بودن عموماً توصیه نمیشه و یک فرایند ساده نیست. پس همیشه تصور نکنید که با یک ویدئو یا خواندن یک مطلب شما توانایی لازم رو برای ترک این دارو میتونید به دست بیارید. بهتره که حتماً با یک متخصص در این رابطه مشورت بکنید. اما غالباً برای اینکه بخوان این دارو رو در واقع ترک بکنن، عموماً به سه بخش تقسیم میشه این مداخلات. اول مداخلات در واقع تغییر دوزه، یعنی در گام اول کاهش دوز به صورت تدریجی انجام میشه. خب این شیوه کاهش دوز به عوامل مختلفی از جمله موادی، مدت زمانی که این ماده مصرف شده، دوز مصرفی، وضعیت سلامت فرد، سایر داروهایی که فرد مصرف میکنه، سنش، وزنش، شرایط در واقع فیزیولوژیک و بیولوژیکش، به اینها تقسیم میشه. به خاطر همینه که حتما باید تحت نظر یک متخصص با توجه به شرایط شما تصمیم گرفته بشه که این کاهش تدریجی دوز چگونه باشه. پس در گام اول کاهش تدریجی دوز با توجه به هر فرد و با توجه به عقبه و تاریخچه در واقع بالینی که اون فرد داره تعیین میشه. و بعد در گام دوم از در واقع کمک های حمایت محور و حمایتی استفاده میشه، از قبیل روان درمانی هایی که کمک بکنه تا فرایند روانشناختی که در فرد وجود داره، آسیب هایی که در سطح روان فرد ایجاد شده به خاطر مصرف این دارو، علائم و دلایلی که باعث شده فرد به مصرف این دارو ترغیب بشه، ریشه های در واقع اعتیاد، اینها رو سعی میکنن در واقع در روان درمانی کنترل بکنن و علاوه بر اون با ایجاد یک محیط حمایتگر کمک بکنن تا اون اراده و توانمندی که فرد نیاز داره در راستای ادامه دادن این قطع مصرف در فرد ایجاد بشه، که در اینجا میتونه سبکای مختلف درمانی از قبیل رفتار درمانی، درمان موج‌های مختلف، درمان‌های شناختی رفتاری یا درمان‌های در واقع مبتنی بر کنترل هیجان، هیجان مدار، یا درمان‌های مبتنی بر گروه درمانی و انواع اقسام درمان‌هایی که در راستای حمایت فرد برای ادامه دادن این مسیر وجود داره میتونه پیشنهاد بشه، از درمانهای راجرزی و مراجع محور بگیر تا درمانهای هیجانی، رفتاری یا شناختی. پس نتیجه یکی دیگه از مهمترین اصولی که در اینجا برای ترک کمک باید بشه به فرد، ایجاد یک روان درمانی منسجم در کنار کاهش تدریجی دوز داروه که بتونه هم دلایل و ریشه های گرایش به مصرف رو در فرد تعدیل بکنه و هم میزان و اون در واقع توانمندی و انگیزه درونی فرد رو افزایش بده که در بستر زمان دوباره میل به مصرف ایجاد نشه. و در واقع مسئله سوم حمایت‌های اجتماعیه، که حمایت‌های اجتماعی در قالب تغییر فضای اجتماعی ایجاد میشه، که خب محیط خانواده، محیط زندگی و در واقع یک سبک زندگی و زیستی جدید برای فرد باید پایریزی بشه. پس در مجموع برای اینکه شما بتونید داروی
B2 رو در واقع ترک بکنید، نیازمند در واقع سه تا اقدامید. یک، مداخله دارویی، که در مداخله دارویی با کاهش تدریجی دوز با توجه به شرایط شما به شما کمک میشه که دوز B2 رو یواش یواش در بستر زمان کاهش بدید. نوع دوم مداخلات دارویی، تجویز داروهایی برای کاهش علائم ترک، علائمی از قبیل استراب، بیخوابی، درد یا هر عامل دیگه‌ای که در حیطه روان یا جسم شما ایجاد بشه به واسطه کاهش دوز یا به واسطه ترک B2 با کمک داروهای دیگه کنترل میشه. و گام بعد، مداخلات روانشناختی برای کنترل ساختار روان و کمک به افزایش اون اراده فرد و ادامه دادن مسیر. و گام سوم هم افزایش در واقع اون ساختارهای اجتماعی و کمک به بهبود زیست و اون شرایط زیستی و محیطی فرد. بعد یادتون باشه که این پدیده ترک B2 چیزی نیست که شما بخواین بدون مشورت یا گرفتن کمک حرفه‌ای واردش بشید، چون در اون موقع امکان داره که ناتوانی از ترک منجر به از دست دادن انگیزه و پذیرش این پدیده بشه که من نمیتونم این رو کنار بذارم و این مسیر شما رو سخت‌تر بکنه. پس هرچه، توصیه من به شما اینه که حتما با یک متخصص و یک تیم درمانی مجرب در این رابطه در واقع صحبت بکنید و کمک حرفه‌ای بگیرید.